افغانستان تجربه حکومت دو سر با باور برخی ها وضعیت حکومت وحدت ملی یادآور سخن رئیس جمهور غنی پیش از ریاستش است. گفته بود معاملی نمی کنم که حکومت دو سر شکل بگیرد. اما امروز در مورد رابطه استخباراتی با پاکستان ریاست اجرایی یک گپ دارد، شورای امنیت ملی گپ دیگر. در مورد اصلاحات انتخاباتی ارگ یک موضع دارد، ریاست اجرایی موضع دیگر. ارگ والی تعیین می کند، رئیس جمهور خوش، رئیس اجرایی ناخوش. به گفته برخی ها با امضای ارگ رئیس تعیین می شود و با امضای رئیس اجرایی برکنار. در آخرین مورد عجیب ترین عملکرد حکومتی، وزیر رئیس اجرایی معاون تعیین می کند، دو ساعت نگذشته ارگ برکنار. تنها یک پرسش، در حکومت وحدت ملی چه می گذرد؟ آقای عمر صمد مشاور رئیس اجرایی پاسخ می گوید. سپاس دارم آقای صمد، از حضورتان تشکر. بگذارید از دخترین موضوع یعنی گفتگو با طالبان آغاز بکنم. به کجا رسیده گپش؟ خب میدونین که از یک طرف یک سلسله دید و بازدیدهای غیر رسمی صورت گرفته و از طرف دیگه باز اقدامات صورت گرفته که در اونجا نمایندگان جناهای سیاسی سهم داشتند. ای به این معنا نبوده که مذاکرات صورت گرفته، چون مذاکرات از خود یک جای معین، یک آجندای معین، یک لست از مدعوین معین می داشته باشه. ما هیچ به اون مرحله نرسیدیم هنوز. ما هنوز هم در مرحله ازی هستیم که ببینیم که آیا اراده سیاسی در بین طالبا برای دید و بازدید با دیگر افغانهایی که امروز جزء از این کشور و یا جزء حکومت از این کشور هستند وجود داره یا نداره، و بالخصوص آیا اراده سیاسی در بین طبقات حامی طالبا در خارج و داخل کشور وجود داره یا نداره. لحاظا یک پروسه است که آغاز شده، به یک جای رسیده، ولی به هیچ صورت ما گفته نمیتونیم که فردا روز یا پس فردا مذاکرات رسمی آغاز میشه و موضوع صلح افغانستان بین جناهای متخاصم مطرح میشه. آنچه که تا امروز صورت گرفته یا صورت میگیره شما باش موافقین؟ در پرنسیپ و اصول بله، چون در پرنسیپ و اصول مردم افغانستان خواهان از این هستن که به جنگ خاتمه داده شود. این به این تعلق داره که ما جنگ به چی شکل میخواییم به خاتمه ببخشیم و تحت کدام شرایط و با کدام استراتژی و طرز العمل. در اینجا تفاوت های نظر وجود داره و این هم یک امر بسیار عادی است در هر کشور، در جامعه. تفاوت نظر بین کیا؟ بین طبقات مختلف جامعه، بین طبقات نخبگان، بین رهبری. در داخل رهبری در هر کشوری که برین درباره همچو موضوعات همیشه اختلافاتی وجود می داشته. یعنی هر چی میگه و ریاست اجرایی چی میگه؟ خب من فکر می کنم که ریاست اجرایی و ارک در اصول در مورد صحبت با دشمنا و صحبت از راه مفاهمه و مذاکره سیاسی هم نظر هستند، ولی ای که چی زمانی تحت کدام شرایط و با چی نوع استدلال ای کار صورت بگیره، در اونجا امکان داره که تفاوت‌های نظری وجود داشته باشه. وجود داره، داشته، هنوز هم در بعضی قسمت‌ها داره و بر مرور زمان ما می‌بینیم که من فکر می‌کنم که نظریات با هم نزدیک‌تر شده. میشه یک موردش بگوین در کجا تفاوت نظر است؟ مثلا. بله، درباره تایمینگ یا وقت و زمانش بعضی ها به این فکر بودن که بسیار عاجل و آنی فورا بعد از تأسیس حکومت وحدت ملی ما داخل اقدامات شویم و راه های مختلف را در منطقه جستجو کنیم. ایده دیگه به این فکر بودن که ما هنوز به اون پختگی نرسیدیم، هنوز بسیار شروع وقت است، شروع کار است، وقت بیشتر ضرورت داره برای ازی که ما در داخل با نظم بهتر، با انسجام زیادتر و با یک توافق نظر قویتر بتانیم که با این موضوع دست و پنجه نرم کنیم و به این باید وقت و زمان داد. همین شد که ما دیدیم که جناب رئیس جمهور یک سلسله اقدامات را برا انداختن، تا به امروز نتیجه نداده. تا امروز نتیجه نداده؟ نه خیر، نتیجه نداده، فقط به استثنای یکان دید و بازدید با یک تعداد از کسانی که خواه طالب بودن، خواه هستن، خواه در حاشیه رانده شدن. شما به طالب چه نام میدین؟ دشمن؟ تروریست؟
شورشی یا مخالف سیاسی؟ من فکر میکنم که پدیده طالب ما که تقریبا حال 20 سال عمر داره، نمیتونیم که از تنها یک دیدگاه تنگ نظرانه و به خصوص مشاهده کنیم و تحلیل کنیم. اولا طالب در خلال 20-21 سال یک اندازه تغییرات را گذشتانده و یک اندازه تحولات در ترکیب طالب و در خود رهبری طالب رونما شده. ما امروز فرقه های طالب را سراغ داریم که بعضی ها خواهان کاملا جنگ و جهاد هستند و دیگرایی که اونا میخواین که اسلحه را بر زمین بگذارن تحت بعضی شرایطی در قانون اساسی یک سلسله تغییرات بیاید و اگر شوه داخل مذاکره شون. ما طالبایی را داریم که به خاطر مقاصد پولی و مالی و این و آن میجنگند و ما طالبایی را داریم که برای مقاصد ایدئولوژیکی و مفکوری میجنگند و ما طالبایی را داریم که خودفروخته هستند و اونا و مال خارج هستن و طالبایی را داریم که یک کمی بیشتر وطنی هستن. شما با کدامش گپ میزنید؟ ما با مو طالب گپ میزنیم که وطنی باشه. با مو طالب گپ میزنیم که او حاضر باشه که از مفکوره های افراطی و تندروانه بگذره. او طالبه که جزء مال خارجی نباشه و از او موضوعات بگذره و جزء همین خانواده افغانستان شه. مثل که یک تعداد طالبای دیگه هم شدن، یک تعداد اعضای گروه های دیگه و تنظیم های گذشته شدن، اما این نتیجه نداده در تامین ثبات. درست است، نتیجه نداده به چندین دلیل. یک دلیلش ایست که در خلال از وقتی که می تلاش ها شروع شده، هر طالب نسبت وطنی که خواسته با جانب دیگه افغانی یک در مذاکره و مفاهمه را باز بکنه یا از طرف باز علاقات قوی در منطقه از بین برده شده یا به حاشیه کشانده شده و یا ای که خونسا شده. لحاظا این یک واقعیت تلخی است که ما با او روبرو بودیم و دربارهش کم گپ زده شده. در کل زمانی که شما بین لحاظ فکری و کاری طالب را بند نظر بگیرین، همهش یک فکر دارن، یعنی به گونه یک راه را دنبال میکنن. حالا با این تقسیم بندی که شما دارید، نه با این تقسیم بندی مفکوره فرق میکنه. ما قسمی که خواستم استدلال بکنم امیست که بعضی های تندرو هستن، بعضی ها اصلا بشره و اموطن خود خوب بگذاریم بشره احترام قائل نیستن. من میطالب شما چی نامیدین؟ اونا اونورا ما تروریست میگیم، گفتگو نمیکنن با اون. نخیر، ما حاضر نیستیم که با کسی تروریست باشه. باید بجنگیم، چاره نداریم چون اونا میجنگن، چون اونا به جز از جنگ، کشتار، خونریزی به چیز دیگه عقیده ندارن. او کسی که به خونریزی عقیده داره در مقابلش باید استاد، در مقابلش مقاومت کرد و او رو باید تا حدی که امکان داره از صحنه خارج کرد. آقای زمان، حالا اگر بخوایم، من نمی‌فهمم که شما نظر به چه شواهد میخواین یک تقسیم بندی از طالبان داشته باشین، در حالی که در ظاهر امر حداقل عملکرد طالبانی در رده های پایینی به یک شکل بوده که یک آدم را میشناسیم و او از ملا محمد عمر مجاهد. آیا گاهی فکر میت کنه آدم، یعنی میشه تصور بکنه که یک روز کسی به نام رهبری طالبا، حالا چی ملا محمد عمر مجاهد باشه یا کسی دیگه باشه، بیایه اماغوش حکومت باشه و بگه خب ما دیگه نمی جنگیم، بس تمام است و این سال شد و تمام شد؟ این به این تعلق داره که دو شرط برآورده شوه. یکی که کشوری که در اونجا اکثریت یا عامتام طالب سکونت داره، او کشور حاضر شوه که دیگه از این ابزار دست بکشه. خود داخل از او ابزار کسایی هستن که گفتم یک شکل دارن، شکل دیگه، یا کسایی هستن که کاملا مربوط به اهداف خارجی هستن. این یک شرط. شرط دومش این است که ما زمینه رو مساعد بسازیم برای اونایی که حاضر به صلح هستن و آشتی هستن تا از دیگرها ببرن، از کسانی که در صفوفشان انسان کشی میکنن، تخریبات میکنن و این آن، از اونا ببرن و حاضر شوند که رای مفاهمه را پیش ببرن. اینی دو شرط وقتی برابر شد و گروپی که حاضر به مفاهمه از قبول کرد که ما دیگه چیز دیگه، هدف دیگه نداریم و ما از زیر یوغ کسانی که تا به امروز ما را به اصطلاح در قید خود گرفته بودن، ما از زیر یوغ از اونها خارج میشه و اونا هم حاضر هستن برای یک دلیل استراتژیک دیگه که کار انجام بتن، در اون صورت من فکر میکنم که ما
انشالله که به طرف امی یک رای مصالحه پیش میریم. در مورد او دلیل استراتژی گپ میزنیم، اما پیش از او فکر میکنین که طالب دیگه تاریخش گذشته و به مخاطر هم است که اگر صلح بکنن نکنن دیگه تمام است، ولی یک گپ نو هست، یعنی داعش، آیا داعش یک تهدید است نظر شما؟ من 20 سال پیش اومد جمله کسایی بودم که فکر میکردم که طالب در تاریخ افغانستان، بدون از اینکه بدانم که چند ساله، ولی در تاریخ افغانستان یک پدیده گذرا خود بود، امکان نداره که بدون داشتن ریشه های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی این و آن شما بتونین که یک پدیده همیشگی باشین. ولی حامیان طالب خواستن که به این شکل جلوه بتن که گویا اینا از این تاریخ و از این جامعه و از این از بطن این مردم برخواستن و امروز یک کار را انجام میتن، در حالی که بله امکان داره که برخواسته باشن یک تعدادشان، ولی اونا مفکورهشان از بطن مردمی و از بطن جامعه افغانستان بر نخواسته بود و تا به امروز در تصادم است با افغانستان. یعنی مختصر، داعش جای طالب را میگیره یا خیر؟ داعش میتونه که از رخنه هایی که وجود داره سوء استفاده بکنه. داعش میتونه که در صورتی که استراتژیش از شرق میانه به طرف آسیای مرکزی و جنوب آسیا سوق داده شوه که هنوز نشده، به نظر من در اون صورت میتونه که از ضعف ما استفاده بکنه. یعنی شما نگران حضور داعش هستین به جای طالب یا نه؟ فعلا به اون اندازه نه، به اون اندازه که زیاد دربارش صحبت میشه، اما ما باید مواظب باشیم و ما باید احتیاط بکنیم و ما نگذاریم که امی درزایی که وجود داره در اینجا رخ نکنه. در مورد او تغییر استراتژیک و در مورد کشور خاص یعنی پاکستان گفتین، میشه بگوین که چرا پاکستان باید طالبان را آماده بسازن که با حکومت افغانستان گفتگو بکنن؟ یک، تا امروز گپ هایی که در مورد چگونگی رابطه با پاکستان در مورد طالبان خواست گفته میشه، نتیجه چی بوده؟ دلیل اولش این است که این استراتژی در خلال 20-21 سال گذشته نتیجه نداده، ناکام بوده. هر قدر هم که پاکستان ادعا بکنه که ما با تمام مصرفی را که انجام دادیم، با تمام سرمایه گذاری را که کردیم تو اندازه موفق هستم، واقعیت امی است که ناکام بوده و مردم افغانستان و جهان قبول ندارن تا در این کشور پس دوباره طالب حکمرانی بکنه و یا این که نظام این کشور به دست اونا بفته و یا این که اونا حتی یک بخش از این کشور تحت کنترل خود در آورن، چیزی که بعضیا درباره صحبت میکنن. موضوع دوم، من فکر میکنم این است که پاکستان خودش بسیار زیاد آسیب پذیر شده و آسیب پذیری پاکستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ امنیتی آنقدر زیاد شده که اینا بسیار کوشش دارن که گویا تو نشان بدن که ما همه چیزها رو زیر کنترل داریم و اردوی پاکستان آنقدر منظم است و آنقدر مسلکی است که همه چیز کنترل میکنه، در حالی که حرف تو نیست. پاکستان شکننده است، پاکستان روز به روز زیادتر شکنند شده و ای اگر دوام بکنه اولتر از همه به خود پاکستان نقص میرسانه، بعدن با دیگر امکان داره نقص برسانه و جامعه پاکستان جامعه به او اندازه ریشه‌ای نیست و بنیادی نیست که باز بتانه که شاک از ای حملات و ای استراب و و و شکنند بودن متحمل شود. و تا امروز نتیجه گفتگو با پاکستان چه؟ نتیجه گفتگو با پاکستان تا به حال فقط در هوا و فضا را تغییر داده. هوا و فضا در وقت حکومت آقای کرزی یک روز سرد بود، یک روز شیرگرم به اصطلاح بود، یک روز گرم بود، یک روز برادر بود، یک روز دشمن بود. فرق در اینجا، فرق امروز در ایست که این حکومت وحدت ملی با اشتباهاتی که مرتکب شده، قسمی که قبلا در شروع براتون گفتم که یک سلسله اشتباهات در استراتژی ما وجود داشته، مثلا میشه یک مورد خب بیشتر براتون گفتم که مثلا در تایمینگ و در وقت و زمانی که ما خواستیم که عجله به طرف از این قضیه حرکت کنیم، این یک اشتباه بود، باید وقت میدادیم. دومی که ما اشتباه میکنیم که از اعتماد زیاد قبل از وقت استفاده میکنیم. اعتماد سازی از خود وقت و زمان میخواهد.
ما یک دو کشوری هستیم که بیش از 60 سال در بی‌اعتمادی گذشتاندیم. این نمیشه که در ظرف چند ماهی بی‌اعتمادی از بین بره. لحاظا ما این را متوجهش باید باشیم. سلسله اشتباهاتی است که از او باید بیاموزیم. در استباد با گفتگو بازم فضا که تغییر کرده به این معناست که امروز اونا با آسانی میاین اینجا میشینن با ما صحبت میکنن، ما میریم در اونجا با اونا صحبت میکنیم. یک نوع تمایل نشان داده میشه که باید ما مشکلات خود را حل کنیم، چون در بعضی موارد مشکلات ما مشترک است. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم بسیار خوب، ولی شما یک قدم باید فراتر برید. قدم فراتر ای است که شما اعتماد مردم افغانستان و حکومت افغانستان و جامعه افغانستان باید به دست بیارین. ای خود نمیشه که به حرف باشه، حرف با. کافی نیست. تا امروز در عمل حرف بوده در... تا به امروز بهش زیادتر حرف بوده. یعنی تا زمانی که این حرف به عمل تبدیل نشه و او را ما لمس نکنیم و به این قناعت ما حاصل نشه، بسیار سخت است که افغانستان بتونه که سر از این کشور با. کاملا اعتماد داشته باشه. آیا نامی به پا رئیس جمهور پاکستان فرستاده شده؟ خب یکی نامه میگن، یکی به اصطلاح یک یک کاغذی که یک سلسله نظریات ارائه میکنه بدون از اینکه او نامه و مکتوب رسمی باشد میگن. چیز فرستاده شده بله. محتوایش است؟ محتوایی که نشر شده، چیزی که شما نشر کردین، دیگران نشر کردن، حاوی اونمو محتوا است. ولی چیزی که مهمتر از همه برای ما افغان ها است این است که هر قدمی که در این راستا میگذاریم باید این قدم سنجیده شده باشه، باید این قدم از قبل سران امی حکومت وحدت ملی و اشخاص مسئول در این حکومت با یک تعداد بزرگای دیگه، با مشوره یک تعداد بزرگای دیگه که خیر افغانستان میخواد، نه اونایی که در فکر تخریب کاری و در فکر استفاده جویی از قضایای سیاسی هستند، کسایی که خیرخواه افغانستان هستند، با اونا مطرح کرده قدم بگذارن، نه ای که یک شخص در یک شخص یک فرد در فکر خود یک ایده و یک فرمول داره و بدون مشوره کافی، بدون از اینکه سر از او سنجش و دقت کافی صورت بگیره بخواهی که پیاده کنه. بخواهی یا خواسته؟ خب ما میبینیم که این کار صورت گرفته، یعنی رئیس جمهور صورت گرفته، از این بعد نباید صورت بگیره. یعنی رئیس جمهور این کار کرده؟ خواه خود رئیس جمهور بوده، خواه یک مشاورش بوده، خواه دو نفر از همکارش بوده، در همی حلقه چیزی که مقصد من است که در همی حلقه رهبری افغانستان همه سهیم با هم بله. و با یک نظر و با یک مفکوره بعد از جر و بحثا باید پالیسی را پیاده کنه. و دمی نام شهر چی میگذارن؟ نامه، سند، هر چیزی که میگذارن، کدام فرصت زمانی هم برای پاکستانی ها داده شده یا خیر چگونه است؟ خب گفته میشه که داده شده. فرصت زمانی دادن چندین بار امتحان شده و نتیجه نداده. یعنی این کارم شده این بار یا خیر؟ بله متاسفانه که شده، ولی بعضن بعضی ها فکر میکنن که با دادن فرصت زمانی شما یک نوع فشار خلق میکنین، و اگر فشار خلق کردین فکر میکنن که باز ما باز فشار بیشتر هم میتونیم خلق کنیم اگر جواب مثبت به دست نامد. این نوع بازی ها در سیاست بین المللی و در روابط دو جانبه و یا چند جانبه عموما نتیجه نداده، و من فکر میکنم که ما این پروسه را باید یک پروسه بسیار طولانی بدانیم، یک پروسه بدانیم که از یک جای آغاز میشه و یک وقت و یک زمانی امکان داره که به یک جای بانجامه، اما ما در آغاز از این بازی هستیم. آیا تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان امضا شده؟ نه خیر، تفاهم نامه نهایی شده که مشروعیت داشته باشه نشده. چه امضا شده؟ یک مسوده که او را چند جناح داخل حکومت که برشان به دستشون قرار گرفته بود او را مطالعه کردن، نظریات خود را ارائه کردن، در جایی که ملاحظه داشتن او را تاکید کردن بالایش، همیشه به صورت تحریری به مرجع که این کار به اصطلاح گرداننده‌اش بود دادن، و بعد از او انتظار داشتن که ببینن که نتیجه چی میشه. وقت و زمان گذشت و روز شنیده شد که یک سند، یک مسوده به اصطلاح یا امضا شده یا قرار است امضا شود. در اون زمان وقتی که امو سند آخری را مطالعه کردیم دیدیم که
چیزی بود که ما تغییر داده بودیم. اون چیزی نبود که چیزی نبود، یعنی تغییرات ما در او گنجانیده نشده بود. او امضا هم شده. یک به اصطلاح چی بگن؟ MOU میگن معمولاً، همون یک چیزی یا اول خب براتون بگم که MOU یا تفاهم نامه هیچ نوع از لحاظ حقوقی الزامی نیست. ایمویی را شما هر گاهی که خواسته باشید خب امضا شده قانونی در آخر روز، ایمویی را میتونین که فسخ کنین، ایمویی را میتونین که از بین ببرین، ایمویی را میتونین تعدیل کنین. این یک ایمویی است ولی قرار بود که باشه. اینال ای که با چی میشه دیگر. ای که چی میشه؟ خب اصل به این معنا که نهایی نیست. از لحاظ حکومت افغانستان تمام مراحل خود را نگذشتانده بود، ولی چیزی که برای ما نگران کننده ای بود که نظریات مراجع زیصلاح در او مد نظر گرفته نشده. مختصر، آیا هنوزم بحث در درون حکومت افغانستان وجود داره که قرار است حال نامش هر چیزی اگر میگذارن، تفاهم نامه، توافق نامه، هر گپی که میگذارن با پاکستان امضا شود؟ از لحاظ تکنیکی بله، از لحاظ یک تدبیر استخباراتی یا یک عمل استخباراتی تکنیکی بله، امکان داره که هر آن دو کشور میتونن، هر آن دو دشمن میتواند هر آن تصمیم بگیره که در مورد یک قضیه بسیار مشخص استخباراتی یک تفاهم نامه را به امضا برسانه. و امضا میکنن شما هم؟ نه، من اینو نمیفهم که امضا میشه یا نمیشه. من نمیفهم چون یک موضوعی هست که فعلا تحت غور است. یعنی گپ در مورد زده میشه در میروزا؟ بله زیر بحث است، تحت غور است که آیا این کار صورت بگیره نگیره، و اگر میگیره تحت کدام شرایط صورت بگیره، با کدام الفاظ صورت بگیره، منافع کشور مد نظر داره یا نداره. موضوع دیگر، ثمره یک انتخابات جنجالی حکومت به نام وحدت ملی، حال چی میگذره؟ انتخابات میشه نمیشه؟ اصلاحات انتخاباتی کارش به کجا رسیده؟ چه گپ های جریان داره؟ کی موافق است؟ کی مخالف است؟ چگونه است؟ این هم یک پروسه است که قرار بود 8 ماه 9 ماه پیش آغاز شود. متاسفانه بنابر کمبود اراده سیاسی و ملحوظات دیگه که بعضی حلقات در داخل حکومت وحدت ملی دارن، این کار صورت تا به حال نگرفته. کمبود اراده سیاسی در کجا؟ ما این وظیفه خود میدونم که بگویم که کمبود اراده سیاسی در ارتباط با امی قضیه از طرف که بیشتر در ارگ وجود داره، و ایره شما بارها از زبان رئیس اجرایه و تیم شنیدین که ما خواهان اصلاحات در پروسه انتخاباتی هستیم، ما مکانیزم میخواهیم که اصلاح شود، ما رأی مردم افغانستان احترام میخواهیم بکنیم، ما نمیخواهیم که تجربه سال گذشته پس دوباره تکرار شود، به هیچ صورت نمیخواهیم. این افغانستان به بحران نزدیک کشانده بود، و اگر بازم تکرار شود، خواه در انتخابات پارلمانی باشه، خواه در لوی جرگه باشه، خواه در انتخابات 4 سال بعد ریاست جمهوری باشه، این به نفع افغانستان نیست. حق مردم افغانستان است که بدانند و معتقد شوند و مطمئن شوند که رأیشان حساب میشه و رأیشان ارزش داره و رأیشان حقشان است. و این کار میشه؟ ما از هیچ چیز دریغ نخواد کردیم. یعنی ما که میگم ریاست اجرایه، رئیس اجرایه، تیمش و کسایی که در داخل حکومت هم فکر با امی نظر هستند، به هیچ صورت از امی موضوع گذشت نخواد کردن و ای را تعقیب خواد کردن. و امروز در باره از این موضوع خوبی امیز، یعنی خبر خوشی است که در ارتباط با این قضیه صحبت های بسیار مفید بین جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجرایه صورت گرفته، هنوز میگیره و قرار است که به زودی یک سلسله تصامیم مفید انشالله در این زمینه اتخاذ شد. مثلا خب چیزی که باقی مانده می است که اول کمیسیون ترکیبش تکمیل شود و رئیسش از طرف از دو جانب با قبولی از دو جانب مقرر شود. یعنی رئیس؟ رئیس وجود نداره فعلا. رئیس وجود نداره و ترکیب هم کاملا نهایی نیست. لذا با نهایی ساختن ترکیب کمیسیون و تقرر یک رئیس باز این پروسه برام میفته. اما یک قضیه دیگه هم است، این کمیسیون یک سلسله وظایف باید انجام بده، باید بسیار مشخص باشه که کدام وظایف و با کدام منظور. این کمیسیون به اصطلاح قانونگذار نیست. منظورتان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است یا منظورتان بله کدام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی؟ خب رئیس هم نداره تانوس. هنوز خب نداره. خب قرار است که به زودی داشته باشه انشالله. به زودی یعنی چه وقت؟
میشه صحبت ها جدی سر ازی جریان خیلی خوب در گپ آخر اگر نمی کار نشه چی میکنن؟ من فکر میکنم که یک خط سرخ است برای مردم افغانستان یک خط سرخ باید باشه این یک گپ موضوع سیاسی نیست یک موضوع ملی است گفته میشه که به باور برخی ها که نخست وزیری یک خواب خود بود که به حقیقت تبدیل نخواهد شد یعنی اراده وجود نداره که آقای عبدالله نخست وزیر شوه میپذیرید حرفی نیست که آقای دکتر عبدالله نخست وزیر شوه اما قرار بدی است حرف دری است شما خو یک وقتی که یک تعدیل در قانون اساسی میره خو میگن 100 سال بعد 50 سال بعد هم تطبیق میشه لذا اینجا مقصد یک شخص یک نفر نیست مقصد در اینجا است که در نظام افغانستان در نظام سیاسی افغانستان ما 14 سال تجربه را گذشتاندیم و این 14 سال تجربه نشان داد که تمرکز به حد و عصر قدرت در یک جا به نفع کشور نیست یک اندازه تناسبی یک اندازه معقول باید از تمرکز قدرت کاهش داده شود و یک قدمش امی است که ما به طرف یک صدارت اجرایوی بریم که در داخل در متن قانون اساسی داخل شده باشه. به عنوان سوال آخر میشه که خیلی فشرده جواب بدن. شما پیشتر گفتن که در موضوعات باید مشوره شوه با افرادی که تاثیرگذار هستن. نه با کسایی که فکر تخریب کاری و استفاده جویی دارن. اینها کی هستن؟ هر کسی که باشه. یعنی وجود داره شخص یقیناً من فکر میکنم که امروز کسایی هستن که بعضی فرمول ها و بعضی نسخه های را پیشکش میکنن که کاملا آزاد هستن که کار انجام بدن در جامعه امروز افغانستان گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی هستن که در رژیم های گذشته کار کردن و یا حتی امروز در حاشیه جریانات قرار دارن رئیس جمهور کرزی هم به شمول رئیس جمهور کرزی و حامیانش که اینا مفکوره ها و موقف گیری های سیاسی را هر روز درباره یک چیز ارائه می دارن این حقشان است یک هر شهروند افغانستان است سوال در است که ما اینا چقدر مسئولانه انجام می دیم و کدام مقصد انجام می دیم و کدام مرام انجام می دیم و تاثیر از این بالای جامعه امروزی افغانستان چی خواهد بود و آنچه که انجام می رئیس جمهور کرزی موافق نیستن نه مقصد می نیست یعنی ما یک مثال اگه برام بتین موضوع گیریش در مورد تفاهم نامه استخباراتی و هر چیزی که نام میگذارن موضوع گیریش در مورد نزدیکی رابطه با پاکستان تفاهم نامه استخباراتی بسیار نزدیک با موضوع گیری مردم افغانستان و از لحاظ سیاسی با جنای ما هم بود ما هم خواهان از این نبودیم که باز گپ هایی که در اون نفته بود شامل تفاهم نامه باشه لذا او حقش است یک مقصد ایست که ما در یک مقطع بسیار اساس قرار داریم امروز نو ما همه را خسته ساخته در این جای شک نیست که مردم افغانستان خواهان اصلاحات و خدمات هستند و مستحق هستند ولی من احساس میکنم که امی منفی بافی به اصطلاح و بدبینی به حد و عصر که بعضی ها دامن میزنن بعضی ها کی یعنی آقای سمت؟ بعضی ها مقصدم از بعضی مبصرین است بعضی اشخاصی هستند که مثلا میگن که امروز کار به اندازه به یک اندازه رسیده که ما به جز از سرنگونی از این رژیم و از این نظام دیگه چیز دیگه را نمیتونیم که پیشنهاد کنیم بگذارید دلیلش بگویم آقای صمد اجازه بدین وزیر تعیین میشه رئیس جمهور تعیین میکنه رئیس اجرایی قبول نمیکنه والی تعیین میشه خامده. رئیس اجرایی تعیین میکنه رئیس جمهور از اون مرحله گذشتیم تا حد زیاد جریان داره نه اون مرحله تا حد زیاد گذشته یعنی شما فکر میکنید وضعیت جریان نداره من فکر میکنم که یک سلسله نواقصی در 9 ماه گذشته ما داشتیم یک سلسله اشتباهات سرزده از هر جایی که بوده از هر آدرسی که بوده از او انشالله که پند گرفته شده من فکر میکنم که ما در یک چرخش قرار داریم من آینده را به آینده به اندازه که بعضی ها بدبین هستن نیستم من فکر میکنم که امروز ما میبینیم که تعیینات و مقرری ها سریعتر صورت میگیره کابینه جابجا شده والی ها هر روز دو سه نفر و شما هم جز از او هستن یعنی شما نفری. منظور ما ریاست اجرایی است و ما خود بیشتر جز از این میدانیم امروز نسبت به شش ماه پیش آقای صمد بگونی خیلی مختصر در مقاله که شما از رابطه عمیق‌تر مردم با دکتر عبدالله و موجودیت 35 سال بودنش در میان مردم گفته بودن امروز پس از 9 ماه گفته های وجود دارد که آقای عبدالله در حال از دست دادن اونمو جایگاه مردمی خود کسایی که هوادارش بودن
حتی در زادگاهش، حتی در جای خواستگاه سیاسی هدف است، در حال از دست دادنش است، حتی هوادارهایی که حمایتش کردن. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که اینا سوال میکنن که برای کسی که ما حمایت کردیم و رای دادیم امروز به جز از ریاست شورای وزیران دیگه چه صلاحیت داره؟ نه، این برداشت درستی است. خدا کنه که ما اینو بتونیم اصلاح کنیم و من فکر میکنم که اطور احسایی خاصی هم وجود نداره. ببینید احسایی آخره که شما خودتان تلویزیونتان یک چند هفته پیش نشر کرد نشان میداد که یک اندازه خوشبینی بیشتر شده و من هم فکر میکنم که یک خوشبینی برای آینده بیشتر شده. من در داخل دستگاه، از داخل دستگاه براتون میگم که علائم دیده میشه که این دو تیم با هم آله خواهان همکاری صادقانه تر است. اگر قرار به این میشه که چند روز بعد باز یک گپ میبرایه که نشان میده هیچ گونه توافق وجود نداره، خب یقین است کارها صورت خواهد گرفت. این مهم این است که به چی سرعت تصمیم گرفته میشه، به چی سرعت مشکل حل میشه و بالاخره ما به یک مرحله میرسیم که باز دیگه این قضایا گذشته میشه. امین حال ما این خبر خوش دیگه امیست، امین حال ما در خلال 3 ماه گذشته بالای یک طرح از خواهشات و اولویت های مردم افغانستان کار کردیم که چی است، چی وعده داده شده و در کدام سکتورها ما آنن و فوری باید کار شروع کنیم که ما از این بحران کشور خارج کنیم. لحاظا این موضوع با ریاست جمهوری هم در میان گذاشته شده و بالاخره امیدوار هستیم که یک برنامه بسیار با جنبه عملی به مردم افغانستان ارائه شد و به زودی که اینی کارها را ما به زودی انجام میتیم. این بالا یعنی مقصد ما ایست همکاری بین دو جناح حکومت وحدت ملی بیشتر شده، تفاهم بیشتر است، صحبت بیشتر است، باز اختلافات نظر وجود داره و این در آینده هم خواهد داشت، ولی اینا میدانند که چی مسئولیت را به عهده داره. امیدوار هستم که سایرین هم از این فرصت استفاده کنند به خاطر خیر و بقای افغانستان، اما دست به دست هم بتیم و در جایی که لازم است همکار هم دیگر باشیم. سپاسگزارم آقای سمر. بسیار زیاد تشکر. لطف کنید. بسیار زیاد تشکر. خیر باشید. تشکر. سلامت باشید.